تمام گلوگیای حیات سپیناد نفس کرد که روی من کم کنی ها. تو خوبی، از ترست کل جدول قورت دادی. ولی جدا خیلی خوشحالم بابک این پروژه باعث شد دوباره ببینمت. منم راستش اولش که اومدی نفهمیدم کی اومده، ولی حالا که برنامه تموم شده و داری میری فهمیدم کی داره میره. هنوزم کم حرف میزنی، دروغ نمیگی، ماتی، این کفتر رو شونه یه مرد. کارشناس برتر؟ روزها حرفای زیادی درباره شیوه های جدید خرید و فروش شنیده میشه، شیوه هایی مبتنی بر فناوری های نوین. پیداست که در حوزه صنعت ساخت و ساز همین تحولات اتفاق افتاده و ما با روش های جدیدی برای معرفی و ارائه مواجهیم. چیزی که به ذهن همه ما میرسه استفاده از پیامک ها یا سایت ها و سامانه های اینترنتی یا اپلیکیشن هاست. در این فضاها از ابزارها و رسانه‌های نوین‌تری هم بهره گرفته میشه، مثلا کلیپ‌ها و فایل‌های ویدئویی یا واقعیت مجازی. در این برنامه علاوه بر مرور امکان‌هایی که برای معرفی و ارائه جدید محصولات در صنعت ساخت و ساز به کار گرفته میشه، با دو کارشناس برنامه‌مون یک پروژه ممتاز دیگر رو مورد بررسی قرار میدیم. میزبان سازنده این پروژه خواهیم بود و درباره موضوع برنامه با ایشون گفتگو خواهیم کرد. به ایکس پلن خوش آمدید. همکاران من برای بررسی در این قسمت از ایکس پلن پروژه رویال دریم رو انتخاب کردن. رویال دریم در منطقه فرشته در تهران بنا شده. آقای مهندس علی موساپناه که قبلا هم درباره ایشون در این برنامه صحبت کردیم، معمار پروژه هستند و گروه ساختمانی بزمی سازنده پروژه است. 9 طبقه که 5 طبقه مسکونی داره، 1 لابی داره و طبقات منفی اون شامل مشاعات میشن. اطلاعات جزئی‌تر و دقیق‌تر رو دوستان من روی این نمایشگر برای شما به نمایش گذاشتن، اما من مایلم به نکته دیگری اشاره بکنم. با بزرگتر شدن پروژه ها و گسترده تر شدن بازار، با پیشرفته تر شدن شکل رقابت ها، با افزایش مطالبات بازار، با افزایش عرضه و تقاضا در بازار، تولید مفصلتر و بیشتری که در این صنعت اتفاق افتاده و محصولات و ساختمان ها و املاک متنوع تری که در این صنعت به مصرف کنندگان پیشنهاد میشه، همه اینها رو به علاوه این بکنید که ما در عصر ارتباطات ابزارها و امکانهای جدیدی برای گفتگو و تعامل داریم، رسانه ها و دیوایس های جدیدی در اختیار ما هستند که اطلاعات و ارتباطات ما سطح جدید و تجربه جدیدی رو داره مزمزه میکنه. همه اینها رو گفتم که بگم شیوه های سنتی بازاریابی هیچ چاره ای ندارن جز اینکه جای خودشون رو با مهندسی نوین فروش عوض بکنن. رویال دریم یکی از اون پروژه هایی است که علاوه بر اینکه به عنوان یک پروژه ممتاز در برنامه‌ای مثل ایکس پلن مورد بررسی قرار میگیره، با شیوه های نوین فروش و مهندسی امروزین فروش آشناست. شاهد حرف من گزارش اولی است که دوستان و همکاران کارشناس من آماده کردن. با هم ببینیم.
نمای با عظمتی. تقارن کامل روی ستون‌ها، تاق‌ها و درها. دقیقاً. و تمام سنگ. این ساختمون تو جای نسبتاً خوب فرشته است. ولی دسترسیش عالیه. در ضمن سوره ها. و اینکه می‌دونی معمارش آقای علی موسی‌پناه. آقای مهدی بعظیمی هم سازنده است. به نظر خوب کار کردن. موافقم. چلاب یه بزرگی داره. مساحتش خیلی زیاده. ارتفاع سقف هم بلنده. آره 6 متری هست. کانتر زیبا اینجا داریم. رنگ سبز پشت کانتر هم واقعا فوق‌العاده است. من که بیشتر این خطوط موازی روی کفو دوست دارم. کاملا هدایتت میکنم. گچبری و پتینه کاری روی سقف هم واقعا جلوه زیبایی داره. کلا چیدمان و ترکیب بندی رنگ اینجا جوریه که خیلی دلنشینه. چیکار داری میکنی؟ عکس میگیرم. چه زاویه‌ای؟ خیلی هم خوبه. اصلا هم خوب نیست. دولاین آسانسور. اینجا هم باید سالن اجتماعات باشه. خب یه اول سالن اجتماعات رو بدون. اینجا هم ارتفاع بلند سقف رعایت شده. چه جالب. یه درم به سمت بیرون داره. قبرهای سنگ هم خیلی بزرگی هست. 160 سانتی هست. مرسی از نظر کارشناسیت. خواهش میکنم. اینجا با اینکه هر طبقه دو واحده ولی آسانسور ورودی مجزا خودشو داره. چه جالب. یه در دولنگه شکیل و با ابهت. میذاری ورودی رو ببینی؟ بفرمایید. طراحی عالی سنگ کف که با سقف هم کاملا هماهنگی داره. عجب. ارتفاع ورودی هم کاملا مناسبه. اوپنینگ ها رو میگی نه؟ پتینه‌کاری طلایی رنگ. پنجره‌های بزرگ، نورگیر عالی. قبارهای سنگ هم بزرگ انتخاب شده. کاملا هم پتینه‌کاری شده. خواهی دیگه نگی؟ چیزی که هست و باید آدم بگه. تو میخوایی کم راجع بالکن صحبت کن اگه دیدیش. خودت صحبت کن. عکس هم که هیچ وقت نمیگی. آشپزخونه. یه کنتراست سیاه و سفید رو همه جا داریم. این حتی توی این سنگا هم رعایت شده. آفرین بابک. نمیخوای مثلا بگی سینک سیاهه؟ ممنون که از پتینه چیزی نگفتی. چه دستگیرهای مجلل و خاصی داره. من طرح روی این کابینت هم دوست دارم. اینجا هم باید یه انبار کوچیک باشه. هیچ‌وقت به این چیزا دقت نمی‌کنی علیرضا. آفرین به تو. اتاقی زیبا با گچبری فاخر. چی شده؟ آینه چشم نواز. آره واقعا قشنگه. گویا سرویس هم داره. مزین شده به سنگ های فوق‌العاده. چون اینجوری حرف میزنم. آره واقعا سرویس بهداشتی خوبی داره. بریم. بسیار خوب، داره جالب میشه. من ترجیح میدم این گفتگو و دیالوگ ها در استودیو هم ادامه پیدا کنه. دعوت میکنم از همکارانم آقای بابک پیرزم کارشناس معماری و علیرضا بیات کارشناس عمران. بریم به استقبال شما. سلام علیکم. خیلی خوش اومدید. آقا این قسمت آخر و کارشناسی آخری دفعه لحنش و ادبیاتش اینا کهن و کلاسیک و خیلی
عجیب شد. چرا؟ یه جورایی داشت فقط خودنمایی میکرد دیگه، میخواست خوش نشون بده. آخه عزیزم تو که اصلا این کارو نکردی. اون من بودم صدامو عوض کرده بودم. نه یاد این سریال گیم آف ترونز افتاده بودم. یه حالت نمیدونم آینه خودم. من بعیده که به این زودیا تکلیفم با کلکلای شما روشن بشه و درک درستی ازش داشته باشم. بگذاریم، بیاین کارشناسی کنیم. اونجا چی دیدین؟ چه خبر بود؟ طراحی کاملا کلاسیک، نمای بسیار زیبا، استفاده از دیتیل و در واقع اون گچبریایی که توی سرستون استفاده شده بود، دو تا قاب پنجره‌ای مشکی بلند، دو تا در دو طرف که یکیش در واقع ورودی بودی که در سالن اجتماعات بود که از بیرون کاملا قرینه بود، استفاده از بالکن توی کنج نما، یعنی در اطراف کنج نما که سبرم بود و خیلی طراحی زیبایی داشت. حتی سقف‌های خیلی بلندی طراحی شده بود برای واحدها. حتی در جز اون پروژه بود که تو احساس خوبی توش داشتی. من دوستش داشتم. علیرضا جان، یه نکته که بابک گفت در مورد سقف بلند بود، خب به لحاظ بصری شکل قشنگی داره، ولی خب یه نکته ای رو نباید فراموش کنیم توی وایدهایی که از سقف بلند استفاده میشه و اون جلوگیری از اتلاف انرژیه. به هر حال تو فصل سرد هوای گرم میره به سمت بالا و خیلی مهمه که عایق کاری ما توی کف و سقف هر واحدی داشته باشیم که سازنده به درستی این کارو انجام داده بود و رعایت کرده بود. بسیار خوب، بسیار خوب. در دانش مهندسی جدید فروش و تکنیک‌های نوین بازاریابی و مارکتینگ مباحث متنوعی مطرحه. شناخت دقیق مطالبات بازار، افزایش بازدهی اقتصادی، به کارگیری شیوه‌های نوین اطلاع رسانی، ارائه و معرفی رسانه‌ها و امکان‌ها و ابزارهای جدید، ها؟ این روند البته به یک جریان درازمدت، مستمر و جامع نیازمنده. اما اینکه ما چطور از امکاناتی که امروز در اختیارمون هست از مجموعش به نفع جریان مهندسی جدید فروش استفاده بکنیم، نکات فراوانی توش هست. نظرتون چیه؟ تو سالهای اخیرم حضور ویدیو تو شبکه‌های اجتماعی مد شده. مثلا شرکت‌های تبلیغاتی از این موضوع خیلی استفاده می‌کنن برای تبلیغات خودشون و طبیعتاً حوزه ساختمان هم از این موضوع مستثنا نیست. شما در نظر بگیریم که یه مشتری میخواد وارد یه ساختمون بشه و کل ساختمون واحد مشاهدات رو ببینه. یه دوربین رو جای مشتری در نظر بگیریم که میره تو اتاقا رو میبینه، مشاهدات رو میبینه، لندسکیپ رو میبینه و به عنوان یه آدمی که کاملا پرزنت شده و کاملا تمام مشخصات و اطلاعات ساختمون رو متوجه شده میاد بیرون. دیگه نه حضور فیزیکی داریم، نه اون مسائل و مشکلاتی که توی ترافیک واسه دیدن یه ساختمون داریم و توی یه سی دی، توی یه فلش شاید 10 تا خونه رو اطلاعاتشو با یه ویدیو 2-3 دقیقه‌ای میتونیم ببینیم. حتی اطلاعات کاملتری که ممکنه در حضور فیزیکی اتفاق نیفته. مثلا اگه ما وقتی قراره که فضای ویدئویی داشته باشیم برای پرزنت پروژه، میتونیم حتی پلن ساختمون رو به شکل مثلا 3D یا به هر شکلی که گویا و واضح و روشن‌تر باشه، حتی از مراحل ساخت که قبلا تصویر برداری شده و اون بخشی که میگفتیم بعضی وقتا خریدار یا مشتری اصلا حضور نداشته در پروسه ساخت و ساز، بنابراین از زیر ساخت ها هیچ اطلاعی نداره، راجع به فونداسیون اطلاعی نداره، راجع به سازه چیزی نمیدونه، درباره تاسیسات چیزی نمیدونه و اینا رو میشه به قول تو در 2 دقیقه توی ویدئوی خوب، توی تایم لپس خوب براش به نمایش گذاشت و اطلاعات شو. روش دیگه ای هم هست برای ارائه و در واقع پرزنت اون ساختمون، اونم افتتاحیه گرفتن براش، یه ایونتی به وجود میاد که توی اون کارشناسان صنعت ساختمون، متقاضیان میان و یکی دو تا از واحدهای نمونه اونجا مبله میشه، پرزنت میشه، ارائه داده میشه و این میتونه خیلی جذاب و خوب باشه، مدل جدیدی باشه. حتی خدمات پس از فروشی هم که یه سری از ساختمونا میدن، یعنی در واقع سازنده های اون ساختمونا به متقاضیان میدن بعد از حتی فروش واحدا که میان اون سیستم در واقع نگهداری و سرویس اونجا رو حتی به عهده میگیرن تا مدت ها. حتی یه نماینده از سمت سازنده است که همیشه توی بنا وجود داره و سوالات تکنیکال رو جواب میده و اون مشکلات و ابهام رو برطرف میکنه. بله، مهندسی نوین فروش الزاماً وابسته به فضاهای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی یا
رسانه‌های تصویری نیست، ممکنه ایونت‌ها و حضور فیزیکی مشتریان و مخاطبان رو هم جایی بطلبه، اما شکل بهره‌مندی از این موقعیت یا استفاده از این فرصت در یک استراتژی جدید متفاوت میتونه باشه. خیلی ممنونم از توضیحاتتون، فکر کنم بنزی کافی راجع به این بخش حرف زدیم. بریم دوباره یه بخشی از گزارشمون رو ببینیم، موافقی؟ بله. بخش دوم و ماجرای آقایان پیرزم و بیات. مستروم بزرگی داره، چه گچبوری های دلربایی. آره واقعا زیباست، قرنیز بلند زیبایی داره، کلیپ‌ریزهای خاصی هم استفاده کردم. سرویس منم دارم کارشناسی میکنم اینجا. تمام سنگ با یه طرح خیلی زیباست. یه وان خوشگل هم اینجا هست. اینجا هم کلوزتش. این هم یه اتاق سواست. چه زحمت زیادی واسه طراحی سقف کشیده شده. درهای کمود هم آینه کاری شده. این هم باید سرویس باشه. بله بله، چه سرویس زیبایی. چه سرویس زیبایی. می‌بینی از سنگ‌های بادبرقچی توی قابای رمپ استفاده شده. اصلا می‌دونی بادبرقچی یعنی چی؟ من بیشتر داشتم به این شیب 14 درصدی که اینجا رعایت شده دقت می‌کردم. آفرین. ولی اصلا از سنگ‌های مناسبی تو رمپ استفاده نشده. عوضش سنگ‌کاری اینجا خیلی عالیه. نورپردازی خیلی خوبی هم داره. چرا من عکس می‌گیری؟ از پارکینگ عکس بگیر. از تو کادرم برو کنار. می‌دونی هر واحد اینجا 4 تا پارکینگ داره؟ محض اطلاعات. موتورخونه خوبیه، مرتب و منظم، تمام جهت‌های رفت و برگشتم روی لوله مشخص شده. باشگاهش طراحی اسپورت خاصی داره. آره سقفش هم ارتفاعش تقریبا زیاده. فکر کنم این قاب هم قرار توش بعد تکمیل شدن آینه باشه. چرا؟ آیه. خب تو باشگاه بعد از آینه استفاده کرد. نه که زیاد نرفتی نمیدونم. چه استخر دلبازیه. آره واقعا طراحی مدرن سقف، نورپردازی عالی. موافقم. چه عجب، یه بار تو موافقت کردی با نظراتم. حرف درستی زدی. جکوزی هم گوشه است. سونای بخارو اونجاست. بله.
محشره. اوه پیغام ایکس پلن. ای من فکرم کارشناس برتر، کارشناسی برتر بود. بله. آقا شما میدونید که وقتی با هم رفیقی تیم جذاب تری هستید. من که دوست ندارم کلکل کنم، خودش همیشه شروع کننده. آقا رفاقت با رقابت در تضاد نیست، مهم اینه که جنبه این رقابت رو آدم داشته باشه. آفرین، من با شما موافقم، ولی خب واقعا تعادل برقرار کردن بین این آیتما مهمه دیگه. الان 10 قسمت گذشته فصل اول، جنبه‌مو خیلی جاها جنبه‌مو نشون دادم، خیسم کرد، ترسون، نمیدونم هزار تا کار دیگه داستان که سرم آتیشت نه. آره آره ببینید باشه، اشکال کار اینه که اینجوری میشه، من میگم کارشناسی برتر رو پیدا کنیم که تو کدوم پروژه بهتر کارشناسی کردیم. شما به کارشناس برتر فکر میکنیم، صدا عوض کرد، یه سری داستان و یه سری کار اشکال پیش میاد دیگه. حالا الان به عنوان تیم برتر کارشناسی نظری دارید اضافه کنید درباره پروژه رویال دریم؟ دوست دارم در رابطه با پلان این ساختمون صحبت کنم، چه توی لابی و چه توی در واقع واحدی که ما دیدیم. پلان خیلی باز، خیلی ساده و خوب، با بدون هیچ ستون اضافه ای توی پلان طراحی شده بود. اتاق خوابایی که سایز مناسبی داشتن، حتی پارکینگ جوری طراحی شده بود برای یه واحد 250 متری که معمولا معمول نیست این اتفاق، 4 تا پارکینگ طراحی شده بود برای هر واحد، یعنی تمام واحدها 4 تا پارکینگ داشتن. این خودش یه چالشه برای یه معمار به نظر من. چطور؟ تزیینات و کاشیکاری سقف فوق‌العاده بود به نظرم، و اینکه رنگ‌آمیزی لابی هم به نظر من یه جلوه خیلی فوق‌العاده‌ای داده بود به لابی. این دو تا نکته‌ای بود که خواستم بگم. بسیار خوب. به اتفاق دوستان بریم به جدول امتیازاتشون نگاه بکنیم و ببینیم که وقتی داشتن درباره ریت آیتم‌های ساختمون فکر می‌کردن چه پیشنهاداتی دادن. این 10 تا آیتم مورد بررسی در برنامه‌هامون رو شما دیگه بهتر می‌شناسید و با آیتم‌هایی که دوستان درباره‌اش صحبت کردن. اگه مایلین راجع به یکی حرف بزنید. علیرضا به موقعیت و منطقه B دادی؟ آره به موقعیت و منطقه B دادم، چون لوکیشن ساختمون خیلی نزدیک خیابون ولیعصر بود و خب خیلی ماشین اطراف منطقه پارک میشد و اصلا جای پارک نبود. من به همین علت بهش بی دادم. بسیار خوب. ولی 4 تا ای پلاس داره. آره، جدول آره. تو اون طرف هم همینطور، اون طرف هم 4 تا ای پلاس. من هم دوست دارم راجع مشاهد صحبت کنم. صحرا خیلی زیبایی که دیدیم. بله. وسعت زیاد، طراحی صف خاص، اون سنگ و در واقع اون طرح سنگ که روی دیوار استفاده شده بود، یه فضای انگار کنار یه رود نشستی رو بهت القا میکرد که حتی یه پروژکتور هم داشت. حالا ما روف گاردن رو نتونستیم ببینیم به علتی که در حال ساخت بود و هنوز اتمام پیدا نکرد، تمام نشده بود در واقع، ولی خیلی جذاب بود کلا. بسیار به این ترتیب و با نظر دوستان کارشناس من، لوگو و نشان رویال دریم اضافه میشود به پروژه های، البته این لوگو و نشان گروه در واقع فنی و مهندسی بزمی است که اضافه میشه به عنوان سازنده مثل پروژه های دیگر، به عنوان یک سازنده ممتاز به بهانه بررسی یکی از پروژه های ممتازشون. 10 تاش کامل شد. بله 10 تای فصل اول کامل شد و این جدول همطوری به ترتیب پیش میره. چه 10 تای فصل بعدم ببینی؟ من میخوام از شما بپرسم که اصلا برای فصل بعد چه نقشه‌ای دارین؟ ایده یا فکر متفاوتی برای بخش کارشناسی دارین؟ آقا یه همین نقشه ها دست شماست، شما رو نکردین. روالمون چیه؟ قرار سورپرایز شما. لطفش اینه که با نظر شما و با در واقع بررسیش توی برنامه دونه دونه این لوگوها و این نشانه ها میاد کنار هم چیده میشه و دیده میشه، ولی 10 تای فصل اول رو به سرانجام رسوند. برای فصل دوم نقشتون چیه؟ من سعی میکنم کمتر با بابک شوخی کنم، نقشم فقط همینه. دلخور اینا. نه دیگه آخه فهمیدم جنبش رو نداری. ای بابا نه اینجوری هم نیست عزیز، ما دوستت داریم. آره واقعا. از این تجربه به شکل کلی چه دریافتی داشتید اگه مایلین درباره اش؟ بله یه زمین خاک و صافی، خاکی و صاف رو در نظر بگیرید که کاملا
مسطحه و هیچ چیزی روش ساخته نشده. یه تیم نقشه برداری میاد چهار تا نقطه اصلی رو نقشه برداری میکنه تا موقعی که یه نفر واسه ساخت پلاک اقدام میکنه و پلاک رو روی در ساختمون میزنه. تو این مدت نزدیک 40-50 تا اکیپ ساختمونی میان و کار میکنن تو ساختمون و خودشون و خانواده‌هاشون از این طریق ارتزاق میکنن. به نظرم تو این وضعیت نچندان خوب اقتصادی خیلی مهمه که به صنعت ساختمون اهمیت بیشتری داده بشه، چون به نظر من یه صنعت کاملا اشتغال زاست. و نکته اصلی آقای معمار، خانم آرشیتکت، یه چیزی طراحی کنید که قابل اجرا باشه، فقط به صرف این که ما یه طرح عجیب و غریب فضایی بکشیم و منتظر باشیم اون سازنده یا اون کسی که میخواد اون طرح شما رو اجرا کنه حتما بتونه اون طرح رو در واقع به حالت عملیاتی برسونه، به نظر من زیاد اخلاقی نیست. بعد یه طرحی بزنید که قابل اجرا باشه. پس یه طرحی رو طراحی کنید که یه مقداری به واقعیت نزدیک باشه. بابه. همین طرحان که تعلیم معمار اگه نباشه شما اصلا شغل نخواهی داشت، میدونی؟ عجب. همینه که اینا رو به، یعنی در واقع عمرانی ها رو به چالش و چالش میکشه، طرحهای خاصی که ما داریم. نه من فکر نمی‌کنم این کلکل تا فصل دو اینا فکر نمی‌کنم به سرانجام برسه، همچون ادامه داره. نه رفیق، الان کلکل عمرانی معماری دارن با هم دیگه. بگذاریم، ما در جهان صنعت روبه رشد و روبه توسعه ساختمان و ساخت و ساز در سرزمینمون صحبت میکنیم. اگر مایلیم راجع به آخرین دستاوردهای این دانش و صنعت حرف بزنیم، ناگزیریم در پروژه های این مسیر رو تعقیب و جستجو بکنیم که سرمایه گذاری داشتن که امکان ورود آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژیک رو به پروژهشون ایجاد کردن. مجبوریم به پروژه‌های ممتاز بپردازیم، مجبوریم به دست شاخص‌ترین معمارهای سرزمینمون نگاه کنیم، به رفتار سازندگانی که در شرایط اقتصادی امروز خودشون رو حفظ کردن، بقای خودشون رو تضمین کردن و در حال توسعه فضای این بازار هم هستن. بنابراین ممکن است گاهی نسبت به بعضی الگوهای دیگر ساختمانی که به شکل اکونومی اکثریت عموم جامعه از اون بهره‌مند میشن نگاه دقیق و دیتیلی در این برنامه نداشته باشیم، اما از اونجایی که مایلیم فرصتها، عرصه‌ها و چشم‌انداز معماری و صنعت ساختمان رو در سرزمینمون جستجو کنیم، ناگزیریم در پروژه‌های این بحث رو تعقیب بکنیم که میتونن از متریالی با کیفیت خوب استفاده کنن، اهم از ایرانی یا خارجی، میتونن در بهترین طراحی رو در بهترین لوکیشن ها استفاده کنن. وقتی زمینه ها به شکل کامل فراهمه برای یک پروژه، میشه این پروژه رو اینجا منتقدانه دیدش، درست تحلیلش کرد، بررسیش کرد و به ضعف‌ها یا قوت‌های تکنیکال و فنی اون اشاره کرد. امیدوارم که این 10 پروژه ممتاز بهانه‌ای شده باشه در این قسمت و این فصل که ما بتونیم این گفتگوها رو با همدیگه تبادل بکنیم و چشم به راه فصل دوم هستیم و پروژه‌های درخشان فصل دوم. حتما. خیلی متشکرم. مرسی از شما. رو کمکتون حساب می‌کنیم. مرسی. متشکرم. زنده باد. این آخریشه دیگه با هم دستم بدیم. جدیه. نه بازم ما برمیگردیم. در خدمتیم. بدرقه کنین دوستان. در فضای گفتگوهایی که در ایکس پلن پیش میاد، من شانس معاشرت و مصاحبت با چهره های درخشان صنعت ساخت و ساز کشورم رو دارم، هم سازندگان با تجربه با رزومه‌های فوق‌العاده و موفق و هم معمارانی که ناماشنا هستند و در این صنعت صاحب اعتبار. وقتی فرصت این پیش میاد که درباره یک پروژه ممتاز با سازنده جوانی گفتگو بکنم، ذوق این گفتگو بر من هم بیشتره. امروز افتخار اینو دارم که کنار آقای مهندس مهدی بعظمی نشستم، سازنده فعال و موفق پروژه رویال دریم که دربارش به اندازه کافی با هم سخن گفتیم. اما اینجا در این گفتگو هم این شانس رو داریم که این گفتگو و سخن رو ادامه بدیم. خیلی خوش آمدین آقای مهندس. خیلی ممنون.
خوشحالم کنار شما هستم. آقای مهندس، درباره پروژه رویال دریم برامون بگین که ما البته بخشایش رو در گفتگوها و کارشناسی‌ها مرور کردیم، اما برای شما چه نکته‌ای تو این پروژه جذاب و جالب بوده یا مهمتره که مایلین راجع بهش حرف بزنید؟ من قبل از اینکه شروع بکنم، قسمت‌های ناقص این موضوع‌ها رو بررسی می‌کردم تو فیلد کاری خودم که مردم موقعی که میخوان یه واحدی بخرن به چه مشکلاتی بر میخورن و چیا رو بیشتر دوست دارن. تو منطقه خیلی چرخیدم و پروژه مختلفی رو دیدم. ما واسه مثلا هر واحد 4 تا پارکینگ تعبیه کردیم که امروز تو تهران مشکل پارکینگ واقعا بسیار موزله، خیلی سختیه. و قسمت دیگه ای که ارتفاع سقف‌ها واقعا انسان از این حس آپارتمان نشینی بیاد بیرون. یه حس خیلی بهتری داشته باشه، یه ذره لوسری که میخواد انتخاب بکنه کارهایی که، چون تو کارهای ممتاز اینا خیلی مهمه. بله بله. و هر کسی که میاد مبلمان داشته باشه، چیدمان داشته باشه، خیلی تاثیر میذاره. تو این قسمت‌ها خیلی تحقیق کردم و دیگه استارت کارمون رو زدیم. بسیار عالی، خیلی خوب. آقای مهندس، شیوه های چون خوشحالم که با یک ذهن جوانتر و با طراوت و امروزی تر دارم گفتگو میکنم، اینو میپرسم. ما درباره شیوه های بازاریابی و فروش و مارکتینگ پروژه ها در برنامه امروز حرف زدیم و شیوه های نوین و امروزی تر. بنابراین در این باره فکر میکنم با شما شاید راحت ترم میشه صحبت کرد. امروز از چه شیوه های شما استفاده میکنید و فکر میکنید چه شیوه های مؤثر ترن در معرفی محصولی که در این صنعت شما تولید کردین؟ میدونید که رقبای زیادی دارید، میدونید که تولید کم نیست در این حوزه. بله. حتی بعضی ها معتقدن که انگار بیش از ظرفیت بهره برداری داره این تولید اتفاق میفته. ماجرای رکود اقتصادی رو داریم و خیلی اتفاقات دست به دست هم میده. شما چه شیوه رو مؤثر تر میدید؟ به نظر من اولین قسمتی که یک مشتری رو جذب میکنه به پروژه، کیفیت ساخته. که از اول پروژه مردم این دیدگاه رو دارن و میبینن به چشم، به وضوح. آیتم بعدی که خیلی مهمه، لیست متریاله که کار میشه و نحوه اجراش که خیلی موثره. و تو قسمت بازاریابی امروز طبعا کار بازاریابی دیگه خیلی متفاوت شده با 10 سال 15 سال قبل. بله. از اینترنت، قسمتایی که هست، مجله هایی که هستن، کارهایی که انجام میشن خیلی متفاوت شده. و امروز باید بسنده نکرد تنها به املاک، بلکه باید از شیوه های اینترنت و مارکت تو اینترنت هم استفاده کرد. بله. چون جواب خیلی خوبی میشه گرفت که من خودم گرفتم. بسیار خوب، بسیار خوب. توی فضای ساخت و ساز و صنعت ساختمان که شما دارین تجربه میکنین با همه مختصاتش، چشمانداز خوبی دارین، امیدوار هستین در سرزمین ما صنعت ساختمان رشدی، جهشی، توسعه‌ای، تغییر سطحی، چه در حوزه تکنولوژی و فناوری‌ها و تجهیزات و مساله، چه در ایده‌ها و سبک‌های اجرا و شکلی که مردم در واقع توقع دارن، نیاز دارن، آرام آرام دیگه از فقط یک چهار دیواری داشتن که به قول شما مدل اکونومی خانه باشه، کمی قدمی پیشتر بذاریم. طبعا هر روز که داریم به جلوتر میریم، ساختمون خیلی دیگه صنعت از حالت اکونومی و حالت یک ساختمان‌های ممتاز با کیفیت، لیست مصالح خیلی بهتری داره رو به رشد می‌کنیم و تکنولوژی‌های خیلی خوبی وارد کشورمون شد و طبعاً من خیلی آینده خوبی می‌بینم تو این صنعت، چون هیچ وقت استاپ نکرده. شاید یک رکود یکی دو ساله همیشه داشتیم، ولی در کل من همیشه خوب می‌بینم. و اشتغالزایی که انجام میده همه چی کار و پول نیست. بله. اشتغالزایی خیلی راحته که همه پول و سرمایهشونو از مملکت بردارن و برن، ولی اینجا کار کردن با شرایط بسیار کار سختیه و طبعا مطالعات میدانی خیلی بهتری داشته باشن تا بتونن نتیجه خوبی بگیرن نسبت به زحمتی که میکشن، چون همه عزیزان دارن زحمت میکشن. بله، متشکرم. امیدوارم که این گفتگو برای شما هم نکته های جذابی رو داشته باشه و
ما تا دقایقی دیگر در حضور دوستان ارجمندی که در استودیو حاضر هستند و علاقمندان حوزه صنعت ساختمان هستند سپاسگزاری می‌کنیم از مجموعه گروه آقای بزمی عزیز به نمایندگی خودشون اینجا تشریف دارن که این باعث افتخاره. خیلی ممنون. مرسی از شما. پروژه رویال دریم به عنوان یکی از 10 پروژه ممتاز در فصل اول ایکس پلن مورد بررسی قرار گرفت و اینجا در پایان این قسمت افتخار دارم من که گواهینامه شرکت در این برنامه رو و تندیس دوست داشتنی ایکس پلن رو به آقای مهندس بزمی پیشکش بکنم به نمایندگی از همه همکارانشون که در این پروژه تلاش کردن. خیلی متشکرم. خیلی ممنون از حضور حضرت عالی و افتخار این رو داشتیم که کنار شما باشیم. خیلی ممنون. آرزوی موفقیت. مرسی از شما. به این ترتیب این قسمت از ایکس پلن رو هم با آقای مهندس به پایان میرسونیم و از بحثر شما مرخص میشیم. با شما سخن میگم بعد از اینکه آقای مهندس رو بدرقه کردیم. خواهش میکنم. مرسی. ممنون. این آخرین قسمت از فصل یک ایکس پلن بود. ایکس پلن تلاش کرد در 10 قسمت در فصل اول به 10 پروژه شاخص و ممتاز شهر تهران بپردازه. به اتفاق کارشناسان و همکاران برنامه‌مون این پروژه ها رو مورد نقد و تحلیل قرار دادیم و گفتگوهامون رو در هر قسمت با معمار یا سازنده اون پروژه به سرانجام رسوندیم. بهانه ای بود بررسی این 10 پروژه برای اینکه عوامل تاثیرگذار در صنعت ساخت و ساز رو مورد بررسی قرار بدیم، عواملی که فعالان این صنعت رو به خودش مشغول میکنه یا برای مخاطبان و مشتریان این املاک میتونه مورد توجه قرار بگیره. امیدوارم در فصل جدید ایکس پلن به زودی با 10 پروژه درخشان دیگه در خدمت شما باشیم. آرزو میکنم که حاصل تلاش همکاران من رو در این بخش و در این فصل پسندیده و پذیرفته باشید. به این ترتیب از همه تولید کنندگان و فعالان صنعت ساخت و ساز تقاضا میکنم که ایکس پلن رو فضایی برای معرفی خودشون و نقد فعالیت‌های خودشون بدونن. لوگو و نشان ایکس پلن رو فراموش نکنید با آرزوی این که لوگو و نشان شما روزی در فهرست پروژه های ممتاز ایکس پلن قرار بگیره. ازتون خداحافظی میکنم. موفق باشید. مرسی. از صبح صدا تو کلوف میکنی واسه من داستان درست میکنی. کارشناسیه برتر. بابک واقعا منو ببخش. حالا اشکال نداره. بیا بیا یه سلفی با هم بگیری. نه بریم اونجا بگیر. از دستم که ناراحت نیستی؟ نه بابا، آره تو عکس خوب بگیر. راست میگی؟ خوشحال میشم. آره دستت میلرزه؟ نه بابا نه، وایسا تاره بابا، چشم چپ افتاد. شما بگیر. مرسی. خب اینم از پروژه آخر. تبریک میگم بهت. تموم شد؟ آره، میدونم. عالیه.